10 راز دستیابی به موفقیت و آرامش درون. دکتر وین دایر. مترجم سیما فرجی. راوی شیدا یوسفی. راز چهارم، ارزش و اهمیت سکوت. در وقفه بین افکارتان اندکی سکوت وجود دارد و به کمک تمرین می توانید به این سکوت پی ببرید. آرامشی را که در زندگی روزمره خیش مشتاق آن بوده اید در این سکوت خواهید یافت. اگر بین افکارتان هیچ گونه وقفه‌ای وجود نداشته باشد، هرگز به آن آرامش دست نمی‌یابید. برآورد شده است که به طور میانگین روزانه 60,000 اندیشه مختلف به ذهن هر انسان می‌رسد. با اندیشه‌ها و افکار بسیار، تقریباً جایی برای وقفه‌ای سرشار از سکوت نمی‌ماند. اگر می توانستید تعداد اندیشه های خود را کاهش دهید و آن را به نصف میزان کنونی برسانید، دریچه ای را به دنیای سرشار از احتمالات به روی خود می گشودید. زیرا زمانی که در سکوت فرو می روید و با آن همراه می گردید، دوباره به خواستگاه و منشأ خود می پیوندید و به آن نیروی سرشار از آرامش که عده‌ای آن را خدا می نامند پی می برید. خداوند در بخش اول انجیل در کتاب عهد عتیق چنین می فرماید: آرام باش و بدان که من پروردگارت هستم. واژه های آرام باش و بدان واژه های کلیدی این آیه هستند. آرام بودن در حقیقت به معنی در سکوت بودن است. مادر ترزا سکوت و رابطه آن را با خداوند اینگونه توصیف می کرد: خداوند یار و یاور سکوت است. مشاهده کنید که طبیعت، درختان و چمنها چگونه در سکوت رشد می کنند. ببینید که ستاره ها، ماه و خورشید چگونه در سکوت حرکت می کنند. ما برای اینکه بتوانیم به روح انسانها دسترسی داشته باشیم، به سکوت نیاز داریم. این ویژگی شامل روح شما نیز می شود. در حقیقت آنچه سبب می شود از موسیقی لذت ببرید، وقفه ایست که بین نوت‌ها به وقوع می پیوندد. بدون وقفه بین نوت‌ها شما فقط یک نوای گوش آزار مداوم را می شنوید. هرچه که خلق می شود از دل سکوت بیرون می آید. اندیشه ها و افکارتان نیز از خلأ موجود در سکوت پدیدار می گردند. واژه های شما نیز از این خلأ به وجود می آیند. هستی شما در سکوت شکل گرفت. انسان‌هایی که جایگزین ما می‌شوند نیز در سکوتی بیکران منتظر هستند. هر خلاقیتی به آرامش و سکوت نیاز دارد. برخورداری از آرامش درونی به این بستگی دارد که مقداری از انرژی زندگی خود را در سکوت مصرف کنید تا دوباره به خود نیرو ببخشید. نگرانی ها و بحران ها را برطرف سازید. دوباره با شعف شناخت خداوند آشنا شوید و احساس کنید که به نوع بشر نزدیکتر هستید. سکوت رنج ها و خستگی ها را کاهش می دهد و فرصتی در اختیارتان می گذارد تا جوهره خلاق درون خیش را شکوفا سازید. دومین واژه کلیدی در آیه کتاب عهد عتیق، یعنی بدان، به برقراری ارتباط شخصی و آگاهانه با خداوند اشاره می کند. شناخت خداوند یعنی اینکه هر گونه شک و تردید را کنار گذارید
و به تعریف ها و توصیه های دیگران از خداوند اکتفا نکنید. شما در این زمینه دارای آگاهی و برداشت شخصی هستید. همانطور که ملویل به زیبایی به ما یادآوری می کند، تنها صدای خداوند فقط و فقط صدای سکوت است.